سلام، عرض ادب و احترام به نام نامی پروردگار. در رابطه با چین میخوام صحبت کنم. یه نقشه ای رو داد بیرون چینی ها از سال 2007 هر سال یک نقشه ای رو به روزرسانی میدن بیرون و اشاره میکنن که ما اصلاحات و ضعف ها رو برطرف میکنیم. این بار نقشه متفاوت بود، بخشهایی از هندوستان، بخشهایی از مالزی یا بخشهایی از روسیه و چند کشور آسیای پاسیفیک رو هم هدف قرار داده بود و اونها رو الحاق‌گونه به جغرافیای خودش متصل کرده بود. در تا روسیه میدونید دیگه اینها مسائلی داشتن در زمان استالین و مذاکراتی که بعدها انجام شد، بخشی از سرزمین های چین بهش باز پس داده شد. تو بخش منچوری بیش از 3-4% از اون جغرافیا باز پس داده شد و سعی کردن تو گفتگوهایی که دارن، این در واقع بعدها با اومدن پوتین هم به خاطر بالا رفتن سطح روابط بین روسیه و چین، بعضی از مسائل رو برای چین لحاظ کنن که لحاظ هم شد، اما با هند درگیر هستن توی هیمالیا، توی نقاط مختلف. این درگیری ها برای امروز هم نیست، برمیگرده به 1970-80، حمله که چینی ها انجام دادن و نقطه اقصا رو گرفتن از هندی ها. تو مقطعی که کوبا و آمریکا و شوروی درگیر معضلاتی بودن و احتمال درگیری اتمی بود و فرصت رو چینی ها مغتنم شمردن. اما شما میدونید که وقتی یک کشوری توسعه ارضی رو در دستور کار داره، حالا میتونه به بنا به فکت‌های تاریخی و رجوع به گذشته باشه یا مسائل اینچنینی که بحث ژئوپلیتیکی هست، یک فضای ناسیونالیسمی باید در داخل اون کشور حاکم بشه. یعنی شما الان نوعی از ملیگرایی تشدید شده و ناسیونالیستی رو در روسیه میبینید. بازگشت به شوروی، اشاره به گذشته، ما این خاکا رو نباید میدادیم، اوکراین اساسا مال ماست، بخشی از این قسمت ها و اینجور مسائل که میاد توی اوج خودش قرار میگیره. ولی داستان چین متفاوت هست. چین آیا ژاپن دیگری است؟ آیا در همون مسیر ژاپن جنگ جهانی اول و دوم رو میره؟ ژاپنی که به دنبال توسعه طلایی بود، ژاپنی که داشت رشد صنعتی میکرد، ژاپنی که نیاز به منابع داشت و ژاپنی که دوست داشت با ترکیب آلمان و ایتالیا قطبهای جدید دنیا معرفی شه در مقابل فرانسه و بریتانیا و یکی دو کشور دیگه، و ژاپنی که اومد منچوری رو گرفت، ژاپنی که با فشارهای بین المللی و تحت فشار روسیه اون سالها خارج شد، با انگلستان وارد مبادلات شد و بنا شد که اینها بیان از طریق انگلیسی ها تسلیح بشن، بیان منچوری رو بگیرن. از طرفی دره یانگتسه یا رودخانه یانگتسه که از شمال تا جنوب چین رو به دو نیم تقسیم میکنه، به حق کشتیرانی و استفاده از منافعش رو به بریتانیا بدن، و درگیری هایی که میدونید اتفاق افتاد. و روسیه ای که اتفاقا به دنبال نیاز چین، به دنبال توافقی بود که بتونه سوء استفاده کنه و خودش از سمت منچوری با راه آهن به بایکال متصل کنه. به هر حال چین اون روزها رو فراموش نمیکنه و کاملا آسیب دید. ژاپنی ها اومدن به دنبال منابع نداشتن و خب کم کم توسعه اونها، قدرت گرفتن اونها، مطرح شدن اونها، اینکه اروپا با آلمان درگیر بود، موقعیت ممتازی برای ژاپن بود توی بخش شرق آسیا و شرق دور بتونه هژمون خودش رو غالب کنه. آمریکایی ها وارد تحریم‌های گسترده تو بحث منابع به ژاپن شدن و ژاپنی که وارد درگیری با آمریکا شد و اون اتفاقات افتاد و در نهایت با حمله اتمی آمریکا به دو شهر معروف ژاپن قائله خاتمه پیدا کرد. یک مسئله مشترک، چین به دنبال احیای ناسیونالیسم چینیه. تفاوت چین و ژاپن در چی هست؟ ژاپن یک ناسیونالیست در وجود جغرافیای خودش داشت. ژاپن بیش از 73% جغرافیاش غیر قابل سکونت بود و این 27% ارزش بسیار بالایی داشت. زمین های کشاورزی، اندک منابع موجود در ژاپن، مسکن، اینها بسیار کلیدی بود و در گذر زمان اهمیت همین مزارع باعث در واقع استخدام جنگجویان شد که بعدها اومدن و ژاپن رو در اختیار گرفتن. دولت مرکزی بود اما همین خاندان ها انقدر رشد کردن که اومدن کنترل ژاپن رو در دست گرفتن. این نوعی از تفکری که جغرافیا بر مردم ژاپن
غالب میشد و نوعی از رفتاری که در ژاپن شما میبینید، مثال زدم بارها، به طور مثال بیشتر میزان امید به زندگی در ژاپن هست، بیشتر میزان خودکشی هم در ژاپن هست. انگار مردم ژاپن بر اساس جغرافیایی که دارن میدونن که برای زندگی و بقا در این جغرافیای کم منابع و کم زیست، برای سکونت باید بی نهایت و بیشتر از دیگر مردمان دنیا تلاش کنند. همین تلاش امید به زندگی رو افزایش میده و همین عدم امکان خطا باعث میشه که با هر خطایی اون نوعی از عذرخواهی که در جامعه ژاپن هست داره به شما تذکر و یادآوری میکنه از پیشینیان که شما فرصت اشتباه نداری. و این میزان خودکشی هم به همین علت بالاست. یا اینکه شما در مترو اگر از کار وقتی برمیگردی، وقتی که میخوابی، این یک عزت در ژاپن محاسبه میشه و دیده میشه و یک فرهنگ شده که شما از ژاپن داری میای خوابیدی، انقدر خسته هستی و بی نهایت تلاش کردی اون روز که از فرد خستگی به خواب رفتی و این عزت هست در جغرافیایی که منابع محدودی داره. تو چنین فرایندی ناسیونالیسم ژاپنی خیلی قدرتمند بود، خیلی غالب بود، خیلی همراه با سیاست‌های کنشگرایانه و بیرون از ساختارهای جغرافیایی ژاپن بود. اما امروز ما با چین روبرو هستیم. چین به چه شکله؟ چین گفتمانش کنفوسیوسیه. اونها معتقد به این هستن که چین در گذشته در اولاترین درجه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ریشه های پیشینیانشون ریشه های عزتمداری بوده. چینی ها همیشه معتقد بودن که بهترین مردمان زمین هستن و اوج عزت و فرهنگ و ریشه در اون سرزمین هست و چینی ها معتقد هستند که ما باید بر اساس دکترین کنفوسیوس انقدر تلاش کنیم تا برسیم به اصل عزتمداری و اصل شکوفایی که پیشینیان ما برای ما به ارث گذاشتن. ملتی که محتاط هست، ملتی که تکثر داخلش نیست، ملتی که در واقع تلاش میکنه نه برای یک کنش ناسیونالیستی بلکه برای یک برگشت به گذشته و اصل عزتمداری. آیا ناسیونالیست در چین امکان پذیر هست؟ میدونید که در زمان ما او انقلاب های داخلی شکل گرفت، در زمان ما او کمونیست ها با ملیگرها درگیر شدن، بحث تایوان ایجاد شد، اونها به اونجا رفتن. در زمان ما او اومد در قالب جنگ در کره شمالی ایفای نقش کرد، در بحث ویتنام ایفای نقش کرد، اما این ایفای نقش بر اساس منافع ملی متفاوت از نگاه ناسیونالیستی برای یک کنش بیرون از جغرافیا هست. همین الان در مسئله تایوان میبینیم که تمام این چند دهه چینی ها تلاش کردن تایوان رو به شکلی از فضای حقوقی و با سازوکارهای پیوند زدنهای اقتصادی و تسلط بر فضای بین المللی و جلب آرای دیگر کشورها و تکثر در این دیدگاه و حساسیت نشون دادن در رابطه با سیاست چین واحد، این مسیر رو پیش رفتن. آیا روسا سراغ کریمه نرفتن؟ آیا بحث دونباس که با قتل و کشتار گسترده 13,000-14,000 نفری از 2013 بعد توسط اوکراینی اتفاق افتاد، اون ناسیونالیسم روسیه رو نفرستاد به سمت سرزمین اوکراین؟ چرا فرستاد؟ گسترش ناتو این رو رقم زد. روسا ناسیونالیسمشون به صورت بالفطره احیا شد، روشن شد، رفتن. اما چین تفاوت داره و اگر چین تفاوت داره به مشکل خواهد خورد. یعنی شما یک دکترین من از چینی ها بهتون بگم، چین خارج از اینکه تشدید درگیرهاش با آمریکا داره رقم میخوره، با هندوستان هم مشکلات عدیده ژئوپلیتیکی داره و هندوستانی که میانه به سمت غرب بازی میکنه همیشه در مقابل این چین تعریف میشه و رشد دو کشور با جمعیت بالا این رقابت رو تشدید میکنه. چینی ها از دکترین در واقع حلقه مروارید یا گردنبند مروارید استفاده کردن، اومدن در آسیای پاسیفیک، نقطه در واقع عبور چین به اقیانوس هند، از دریای چین جنوبی میای مالزی، اندونزی، بخشی جدا شده اندونزی، تنگه مالاکا و ورود به دریای آندامان، بعد اقیانوس هند، جایی که هندی ها اونجا تسلط کافی دارن و نقطه ضعف چین هست. چون ورود انرژی و صادرات کالا
در بخش انرژی همه، در بخش صادرات کالا عمده زیادی از این تنگه عبور میکنه و چینی ها تلاش کردن از دکترین در واقع زنجیر مروارید استفاده کنن. حلقه مروارید، شما تصور کنید گردنبند مروارید رو که پر از مرواریدها هست. چینی ها اومدن در کامبوج، در بخشایی از مالزی، جاهای مختلف پایگاه‌هایی با کاربرد اقتصادی و نظامی دایر کردن به صورت همون زنجیر مروارید، گردنبند مروارید، و کاملا به دنبال محاصره چین بودن. در این فضا دو طرح رو دنبال کردن. طرح اول، توافق با دولت مردان تایلند برای اینکه مجابشون کنن به جایی که برن از تنگه مالاکا به اقیانوس هند، بیان از دل تایلند که مسیر بسیار نزدیکتری هست یک کانالی حفر کنن به مبلغ 27 میلیارد دلار برن به اقیانوس هند. راجبش تحلیل مجزا خواهم داد. و در امتدادش، قبل از اینکه از اقیانوس هند وارد مالاکا بشن، نفت و گاز بخوان بیارن، کشور میانمار هست. با حضور چین و کمک‌های ایران، ارتش میانمار احیا شد، خانم سوچی کنار زده شد و تجزیه طلب‌های میانمار کنترل شد. میانمار نزدیک به چین شد سیاست‌گذاری‌هاش و میانمار جایی هست که میتونه چین رو از عبور از تنگه مالاکا تو بحث انرژی نجات بده، چون خطوط لوله بسیار گسترده از میانمار که به چین مرز داره کشیده شده تا کشتی‌ها به جای که تنگه ملکا عبور کنن بیان و اونجا تخلیه کنن و از طریق خطوط لوله نفت و گاز برسه. این طرح ها هست. پروژه یک کمرنگ یک راه که کلا ملکا رو دور میزنه از خطوط مختلف. این نکات مهمه، راجبش به صورت تصویری از روی نقشه صحبت خواهم کرد. اون چیزی که پیش زمینه و نیاز اصلی تر چین هست، اون ناسیونالیسم چینه. این که مردم چین همراه بشن با سیاست‌هایی که من بهش میگم سیاست‌های تهاجمی چین، این بار در بخش‌های سرزمینیش. دیدید یک نقشه اومد بیرون، حتی روسیه رو هم مورد هدف قرار داد. وزیر خارجه هند به شدت واکنششون داد. همینجور بعضی از کشورهای آسیای پاسیفیک، میدونید چین مدعی هستش که تمامیت دریاچه جنوبی برای چین هست و مالکش هست و خب کشورهای اون حوزه اندونزی، فیلیپین، ژاپن، همین تایوان، تمام اینها مشکلاتی با چین دارن بر سر این موضوع و مشکلاتی با خودشون هم دارن بر سر این موضوع. اما اون رویکردهای اقتصادی و مشوقهای مالی چین و اینکه اقتصاد اینها در حال توسعه است و تونستن از طریق چین رشد بسیار زیادی کنن، باعث شده که اینها تشدید نشه. تشدید کردن و نوعی از سیاست‌های تهاجمی که چینی‌ها به تازگی اتخاذ کردن، از منظر من ایجاد یک رویکرد ناسیونالیسم چینی هست. آیا میتونن این مردم محتاط رو که نگاه به گذشته دارن و یک نگاه پیشروی، شما اگر در تاریخ نگاه کنید چینی‌ها هیچگاه به سمت توسعه طلبی نرفتن. ببینید زمانی که چین 18 قرن جی دی پی دنیا رو در اختیار داشت و به همراه هند هم تو این مقطع خیلی زیادی تو بخش اقتصادی پیشتاز بود در کنار چین، تمام این سالها اونها نوعی موهبت میدونستن، امکان تجارت رو به دیگر کشورهای همسایه میدادن، تجاری که بیان توی چین. تو همون جاده ابریشم میگفتن ما بهترین نژاد دنیا هستیم و اینجا اوج عزت مداری است و همسایگان ما هم میتونن از ما بهره مند باشن. اما وقتی که غربی ها میان، چینی ها پس میزنن اینها رو و یک احتیاط، یک محتاط گونه بازی بودن توی فضای جامعه سیاسی و اجتماعی و روانی چین همیشه بوده. سفیر بریتانیایی که میاد، میبینید داستان خیلی جالبی داره. وقتی پیش امپراتور چین میره، تلگراف میاره، دوربین، چیزای عجیب جدیدی که صنعت تکنولوژی باعث شده اینها اختراع کردن و خیلی جذابه، به پادشاه چین، امپراتور چین نشون میده. و اونایی که چند روز این سفیر رو معطل کرده بودن تا به دیدار امپراتور بره، هیچ وقعی نمینهند و ردش میکنن میره و اصلا تمایلی ندارن با غرب دور وارد تجارت بشن و خودشون رو بهترین میدونن. اصلا تمایلی به توسعه طلبی ندارن، اصلا تمایلی به نظامیگری ندارن. اینکه بیان بروزترین تسلیحات نظامی رو سالانه و ماهانه و هر دهه پیش ببرن با هیچی نیست.
و چه راحت بریتانیا میاد شکستشو میده تو دو جنگ و چه قراردادهایی که پشت به پشت از راه میرسن و تحمیل میشه به این چینی که با این جمعیت گسترده در خاک خودش روبرو بود و دوران فلاکت و بدبختی چین رو رقم میزنن. باز هم شما یک فضای ناسیونالیسم بیرونی نمیبینی. بله در داخل چین پتانسیل های ملی گرایی تشدید شده، شکل گرفته، در مقابل استعمار ایستاده، احیا شده، اما فقط در داخل خاک چین نگاه بیرونی نبوده، نبوده، نبوده. و امروز اگر چین میخواد در مقابل آمریکا بایسته، نیاز به اون نگاه بیرونی هم داره. نیاز داره که اون ناسیونالیسم رو در دل مردم چین احیا کنه. آمریکا به جز گزینه نظامیگری گزینه ای نداره. ژاپنی ها بر اساس صحبت های سرهنگ مکگرگور که دیروز داشتم بهش اشاره میکردم، یک نکته جالبی گفت. ژاپن، خب میدونی ژاپن، آرژانتین، ایران کشوری هستن که علاوه هسته ای کاملا بومی زیر ساخت و رشد داشتن و هر آن بخوان میتونن اتمی بشن مثل ایران. ژاپن همین قابلیت رو داره. کافی آمریکا کمی فشار رو برداره و مکگرگور میگه ژاپن میتونه سریعا اتمی بشه، پتانسیل و علمشو داره. خب و چین این رو میدونه که آمریکا از لحاظ رقابت اقتصادی هیچ شانسی با چین نداره. آمریکا کسری بودجه بزرگی داره، آمریکا پایگاه‌های نظامی گسترده و بیشماری داره که نیاز به تسلیح شدن و خرج بالا داره. این آمریکا با این شکل مثل بریتانیا که بعد از جنگ جهانی دوم برگشت، نمیخواد برگرده. این آمریکا دوست نداره نظام بین الملل رو تقسیم کنه، دست به هر کاری خواهد زد و هر کاری معناش نظامیگریه. و چین بدون احیای ناسیونالیسم چینی در فضای تهدیدات امنیتی نظامی گسترده که با رشد بی سابقه و سرعت بسیار زیادی توی فیلیپین، توی ژاپن، توی کره جنوبی و استرالیا و کشورهای این چینی در حال احیا شدن هست، اگر نره به سمت ناسیونالیسم و مردم جامعش از اون احتیاط و ترس و فضای نگاه به گذشته و خارج از تحولات ناسیونالیسم بیرونی اگر این رو احیا نکنه به مشکل خواهد خورد. اینجاست که درک این موضوع بسیار کلیدیه که چین داره تلاش میکنه با این نقشه ها، با قالبی از فضای نگاه به جغرافیای بیرونی که سهم چینه، تاریخ چینه، برای چینه، همین ناسیونالیسم رو قلقلک بده. هم یه رویکرد سیاسی هم داره. چین داره اشاره میکنه با آسیای پاسیفیک، داره تهدید و پالس ارسال میکنه که یا با منی یا بر منی، یا با منی یا بر منی، و اگر بر منی این نقاط برای منه و برای از تو خواهم گرفت. حاکمان منطقه شرق آسیا، آسیای پاسیفیک، آسئان و دریای چین جنوبی و نقاط مرزی که در اون بخش بین روسیه و ژاپن، امیدیم ما هنوز جزایری داریم که بین چین و ژاپن مورد مناقشه است و خیلی مسائل زیاده، باید این پالس رو از چین بگیرن که نوعی از بازی نزدیک به غرب بر من، بر چین، در مقابل چین به سمتی خواهد رفت که چین وارد این مناقشاتی میشه که تا الان نشده. ادعاشو داشته، درگیر بوده، اما رویکردهای اقتصادی رو در اولویت قرار داده و سعی کرده مدیریت تنش کنه. اما این پالس، این نقشه که رونمایی شد، دو نکته داشت. یک، ایجاد تحرکات اجتماعی در فضای ناسیونالیست بیرونی و زنده کردن یک چنین روحیاتی در مردم چین و هرچی که جلوتر بریم بیشتر بیشتر خواهد شد. دو، پرستادن پالسی به حاکمان منطقه که بدونن کت در شرق آسیا تنکی هست و اگر قرار هست سیاستی انتخاب بشه باید به چه صورت انتخاب بشه و اگر این سیاست ها به سیاست های چین نزدیک نباشه، اون موضوعی که تمام این چند قرن این کشورها نسبت به چین آرامش و آسایشی که همیشه نسبت بهش در قبال عدم تفکرات ناسیونالیستی و الحاق سرزمینی چین و اون آرامشی که به این کشورها بوده باید به هم بخوره. اینها باید از چین این پالس رو بگیرن که این چین اون چین نیست. این چین نگاه به الحاق سرزمینی خواهد کرد اگر بخواید بازی در مقابل چین انجام بدید، چون اون منطقه هر چه جلوتر بره به سمتی میره که گرایشاتش یا باید این سمت باشه یا این سمت. صحبت وزیر خارجه هند مبنی بر این که کی گفته ما باید چپ یا راست رو انتخاب کنیم، صحبتی هستش که
برای هند با ابزارهایی که داره شاید تا مقاطع امکان پذیر باشه این نوع بازیگری، اما برای بی نهایت کشورهای دیگر غیر ممکن خواهد بود و اونها باید انتخاب کنند که چین یا آمریکا. و اگر میخوان آمریکا رو انتخاب کنن باید چین جدیدی رو بشناسن که نگاه به الحاق سرزمینی هم داره و تبعات اون اشتباه دامان اونها رو تو بخش از دست دادن نقاط جغرافیایی خواهد گرفت. این هستش که چین میره به سمت احیای ناسیونالیسم چینی خودش. آیا میتونه مثل ژاپنیا که در ریشه های فرهنگیشون این رویکرد تهاجم به بیرون برای به دست آوردن منابع بر اساس ضعف جغرافیایی غالب و زنده هست، آیا میتونه این چین هم به اون سمت بره؟ میتونه احیا کنه چینی که مردمش رو اوورده به سمتی که ما باید کارخانه دنیا باشیم، ما باید تولید کننده دنیا باشیم، نقش ما در دنیا تولید هست، جایگاه ما تولید هست، و چینی که تمام این سالها پرهیز کرده از تمام مناقشات بین المللی و هیچ روی کرده مسئولانه پذیری نسبت به هیچ کدوم این تحولات نداشته و همین پارس منجر شده به این که بر اساس هم ذهنیت سیاسی گذشته، هم نوع سیاست‌های سیاسی این چند دهه چین، مردم چین هم بی اهمیت به تحولات بیرونی و مردمی آرام برای کارخانه دنیا بودن و تولید دنیا بودن فعالیت کردن و امروز این میتونه یک نقطه ضعف بسیار بزرگ برای چینی باشه که گزینه مقابلش فقط نظامیگریه و یک احساس امنیت بین کشورهای پیرامونش هست از اینکه این چین درگیر بشه نیست. آیا چین میتونه این رو کنار بزنه؟ آیا چین میتونه این ناسیونالیست رو در سرزمین خودش احیا کنه؟ آیا در بزنگاهی که نیاز به یک فضای ملی بیرونی در چین هست، مردم چین همراه با سیاست‌های چین بازیگری خواهند کرد؟ آیا مردم چین در اون ناسیونالیسم ایجاد شده در برابر مشکلاتی که احیاناً به سمت کشورشون میاد تاب‌آوری خواهند داشت یا کرنش خواهند کرد یا هرج و مرج خواهند کرد یا حرکت به سمت خروج از چین خواهند کرد یا سرمایه رو بیرون خواهند کرد یا بر دولت مرکزی خواهند شورید؟ اینجاست که نکته احیای ناسیونالیسم چینی بسیار نکته کلیدی هست و اون نقشه که بیرون میاد داره دقیقا دست میذاره همونجا. خیلی ممنون با من همراه بودید. بیشتر از چین خواهم گفت، بیشتر از دکترین گردنبند مرواری صحبت خواهم کرد، بیشتر خواهم پرداخت به کوریدور و تنگه جدیدی که مالاکا رو دور میزنه و از دل تایلند به سمت اقیانوس هند حرکت خواهد کرد و بیشتر از میانماری خواهم گفت که چگونه لوله و خطوط لوله گذاری نفت و گازی در اون داره ایجاد میشه تا مستقیما بدون حضور به مالاکا نفت و گاز چین رو به جغرافیای خودش بیاره. با من همراه باشید، در تحلیل‌های بعدی یک فکر به اینها خواهیم پرداخت. پاینده ایران، همیشه ایران، برای ایران.